سلام و درود میگم خدمت شما دوستان عزیز. در این برنامه به قاتل سریالی خونسردی میپردازیم که به دلیل علاقه به کفشای پاشنه بلند زنان رو میکشت. قاتل سریالی به نام جری برودوس. پس در ادامه با ما همراه باشید. قبل از هر چیز اگه تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه های جدید ما جا نمونید. جری برودوس قاتل سریالی خونسرد و بیرحمی بود که در دهه 1960 زنان بسیاری رو به قتل رسونده و جزئیات ترسناک و دلایل باور نکردنی هر یک از قتل‌هاش رو در دادگاه بازگو کرد. در سال 1944 وقتی جری برودوس تنها 5 سال داشت، کفش پاشنه بلند زنانه‌ای رو در یک منطقه پر از زباله پیدا کرد. وی دو لنگه ناجور از این کفشای زنانه رو با خودش به خانه برده و به شدت به اونها عشق می‌ورزید. بدین ترتیب برودوس به شیوه دیوانه وار و باور نکردنی شیفته کفشای زنانه شد. علاقه کودکانه‌ای که در دوران بزرگسالی مرگبار از آب در اومد و او رو به یکی از خوفناک‌ترین قاتلین سریالی تاریخ ایالات متحده تبدیل کرد. به عنوان یک کودک، جری تلاش میکرد کفش‌های معلمان زن و حتی مادر خود رو بدزده، زیرا به شدت به کفش‌های زنانه علاقه داشته و نمیتوانست در برابر تمایل به داشتن آنها مقاومت کند. مادرش که قبل از او نیز یک پسر داشت، قبل از به دنیا آمدن جری در آرزوی داشتن یک فرزند دختر بود. وقتی جری به دنیا آمد، مادرش به طور دائم تنفر خود از او را بیان میکرد و این رویه در تمام طول عمر جری ادامه یافت. جری که نفرت مادرش را با تمام وجود به طور شبانه روزی حس می کرد، خشمش را در درون خود انباشته و رفته رفته تا سرحد جنون از مادر خود و تمامی زنان بیزار شد. وقتی جری 17 ساله بود برای اولین بار به یک زن حمله کرد. وی زن مذکور را روبوده و او را مجبور کرد که برهنه شده و در ادامه از او عکس گرفت. در ادامه او را تهدید کرد که اگر در برابر خواسته های جنسی او تمکین نکند، او را به شدت کتک خواهد زد. اگرچه وی به این زن تجاوز کرده و با خشونت تمام با او برخورد نمود، اما او را زنده نگه داشت. بلافاصله پس از این ماجرا جری دستگیر شده و به بیمارستان روانی فرستاده شد. وی به مدت 9 ماه در بیمارستان روانی ایالت اورگن بستری شد و در این مدت تحت ارزیابی روانی بسیار دقیقی قرار گرفت. بررسی‌ها نشان می‌داد که وی به شدت به شیزوفرنی مبتلا بوده و مشخص شد که خشم وی به شدت و به طور عمده متوجه مادرش است. بعد از مرخص شدن از بیمارستان به او گفته شد که بهتر است از مادرش دور بوده و تنهایی به زندگی خود ادامه دهد. او نیز از تجویز پزشکان تبعیت کرده و مدت کوتاهی بعد از اتمام دوره دبیرستان به عنوان مکانیک و برقکار وارد بازار کار شد. در سن 22 سالگی جری در حالی که اطرافیانش فکر می‌کردند دیگر بهبود یافته، با یک دختر 17 ساله اهل اورگن ازدواج کرده و به پورتلند نقل مکان نمود. خیلی زود مشخص شد که درمان‌های 9 ماهه او تأثیر زیادی بر روی افکار و خشم فروخفته او نگذاشته و او هنوز سوداهای هولناکی در سر دارد. وی از نو عروس خود خواست که کاملاً برهنه شده و تنها با داشتن کفش‌های پاشنه بلند به پا به تمیز کردن خانه بپردازد، در حالی که خود او از او عکس می‌گرفت. علی‌رغم اینکه جری و همسرش صاحب 2 فرزند شدند، اما جری هنوز وقت کافی برای حمله به زنان و رفتن به دنبال علاقه شدید و غیر طبیعی خود به کفش‌های زنانه را داشت. در سال 1967 جری به دومین قربانی خود حمله کرد. او در حال پیاده روی در خیابان بود که یک جفت کفش پاشنه بلند زنانه دید و بی اختیار به تعقیب آنها پرداخت تا اینکه به در خانه زن مذکور رسید. بعد از اینکه زن وارد خانه شده و به رخت خواب رفت، جری به زور وارد خانه شده و آنقدر گلوی زن را فشار داد که زن بیهوش شد. سپس به او تجاوز کرده و پس از برداشتن کفش‌هایش فرار کرد. یک سال بعد سومین قربانی جری از راه رسید. لیندا سلافسن یک فروشنده دایره المعارف بود که برای فروش کتاب‌های خود به جری مراجعه کرد. جری وانمود کرد که به خرید این کتاب‌ها علاقه‌مند است و او را به درون خانه کشانده و او را خفه کرد.
همسرش که از جنایات جری اطلاع نداشت نمی‌دانست که او در گاراژ خانه مقدار زیادی از متعلقات و به ویژه کفش‌های زنان قربانی یا دیگر کفش‌های زنانه دزدیده شده را نگهداری می‌کند. جری به او اخطار داده بود که بدون اجازه او وارد گاراژ نشود و او نیز علاقه‌ای به رفتن به گاراژ خانه نداشت و هیچگاه نمی‌دانست در آن قسمت از خانه چه می‌گذرد. در گنجه‌ای از غنایم که جری برای خود تهیه کرده بود، قسمت‌هایی از بدن سلافسن نیز وجود داشت که یک پای او را بریده و از آن به عنوان مدل کفش‌های پاشنه بلند زنانه استفاده می‌کرد. در نهایت جری باقی مانده بدن سلافسن را به یک موتور اتومبیل بسته و به درون رودخانه مجاور انداخت. در پاییز همان سال جری یک غنیمت با ارزش دیگر به کلکسیون هنری خود اضافه کرد. وی بعد از کشتن یک دانشجو به نام جین ویتنی، یکی از سینه های او را بریده و چندین بار به جسد او تجاوز نمود. سپس جنازه او را به قسمت های سنگین یک اتومبیل بسته و آنها را به قعر رودخانه و به نزد جنازه مثله شده سلافسن انداخت، زیرا دیگر از نگهداری آن در خانه خسته شده بود. قبل از فرا رسیدن سال جدید، دو زن دیگر نیز توسط این قاتل سریالی دیوانه به سرنوشتی مشابه دچار شدند. در ماه می 1969 یک ماهیگیر در حالی که دنبال مکانی مناسب برای ماهیگیری میگشت جنازه ای را روی سطح رودخانه یافت. دو روز بعد پلیس جنازه دیگری را همانجا پیدا کرد. هر دو جنازه کاملا مثله شده و به قطعات سنگین خود رو بسته شده بودند تا در قعر رودخانه باقی بمانند. اگرچه رودخانه و جریان آب باعث از بین رفتن تمامی سرنخ‌های احتمالی شده بود، اما پلیس از یکی از هم اتاقی‌های مقتولین توانست سرنخ با ارزشی به دست آورد. او به پلیس گفت که دوست مقتولش قبل از مفقود شدن تماس‌هایی از یک مرد مسن‌تر از خود دریافت کرده که ادعا می‌کرده از جنگ ویتنام بازگشته و دنبال آشنایی و ازدواج با یک زن است. وی همچنین ادعا کرد که این مرد از زمان مفقود شدن دوستش همچنان در صدد تماس تلفنی برقرار کردن با دیگر هم اتاقی های وی است. یکی از این دختران به تماس های او جواب داده و با او ملاقات کرده، اما بعد از اینکه متوجه رفتار عجیب او شد دیگر ملاقات هایش را با او ادامه نداده بود. پلیس این دختر را ترغیب کرد که یک قرار ملاقات دیگر با مرد مورد نظر ترتیب دهد و وقتی که مرد برای دیدار با دختر مذکور در محل تعیین شده حاضر شد، خود را در محاصره افراد پلیس دید. اما مرد مذکور که جری بود، بعد از اینکه مشخص شد مدارک قابل توجهی بر علیه وی وجود ندارد، آزاد شد. با این وجود خیلی زود زنی به اداره پلیس مراجعه کرده و ادعا نمود که جری سعی کرده به او حمله کند و او موفق به فرار شده است. بلافاصله پلیس به تفتیش خانه او پرداخت و در مخفیگاه او مدارکی پیدا شد که نشان می‌داد او همان قاتل سریالی است که پلیس در جستجوی اوست. در گاراژ خانه او مقداری طناب نایلونی، عکس‌هایی از زنان کشته شده و البته وسایلی که به عنوان غنیمت از قربانیان خود گرفته بود یافت شد. وی سینه‌های دو قربانی اخیر خود را بریده و به عنوان وسیله تزیینی برای قرار دادن روی کتاب و کاغذ از آنها استفاده می‌کرد. جری برودوس، قاتل سریالی دوستدار کفش زنانه، در نهایت دستگیر شده و به حبس ابد محکوم گردید. این قاتل سریالی بیرحم 37 سال در زندان به سر برده و در نهایت در سال 2006 درگذشت. او طولانی ترین دوران اسارت در زندان در تاریخ اورگن را به خود اختصاص داد. بعدها در سریال شکارچی ذهن، ساخته سرویس اینترنتی نتفلیکس، به پرونده خوفناک این قاتل سریالی در کنار چند قاتل سریالی دیگر مانند اد کمپر پرداخته شد. آیا واقعاً زندانی کردن این قاتلان بیرحم حکم درستی برای اونها محسوب میشه؟ نظر شما درباره این پرونده وحشتناک چیه؟ در کامنت ها نظراتتون رو برامون بنویسید. فراموش نکنید برای حمایت از ما فقط کافیه مطلب رو لایک کنید و عضو کانال ما بشید تا از برنامه های جدید ما جان نمونید.